سلام خدمت شما شاگردان عزیز امیدوارم که جور باشین و صحتمند و برنامه آموزشی خودتان از مکتب هادی خوش آمدید امروز درس دوم از فصل چهارم کیمیای سنف هفتم را در خدمت شما عزیزان هستیم دو سفیر 964 780 پنج چهل نمبر ارتباطی برنامه می باشه که از طریق فضای مجازی میتونید با ما ارتباط بگیرید موضوع فصل فصل چهارم کیمیای سنف هفتم در رابطه با عناصر مهم در زندگی ما و شما بود که جلسه پیش در رابطه با عنصر هیدروژن با هم کار کرده اما امروز اهداف درسی که ما و شما می‌خوایم دنبال کنیم در رابطه با اکسیژن است امروز ما و شما یاد خواهیم گرفت که اکسیژن در گروپی چندم جدول دورهی قرار گرفته و همچنان خواص کیمیاوی اکسیژن چی است چه خواصی دارد و با چه عنصرهای تعامل می کند و در آخر مطلب امروز هم در رابطه با استحصال و استعمال اکسیژن با هم کار خواهیم نمود که اکسیژن در کجاها مورد استفاده قرار می گیرد و چگونه تولید می شود با آغاز درس امروز با ما همراه شوید. و اما اکسیژن اکسیژن همانطور که در جدول دوره‌ای ما و شما در جلسات پیش و در درس‌های قبل یاد گرفتیم مربوط به گروپ 16 است گروپ 16 یا شش اصلی اکسیژن قرار گرفته است در این موقعیت در چون مربوط به گروپ 16 است در قشر ولانسی خود دارای 6 الکترون می باشد که با دریافت دو الکترون دیگر که جمع 6 می شود 8 الکترون به آرایش اکتت میرسد. انصور اکسیژن در طبیعت در قسمت های مختلفی وجود دارد از جمله بدن انسان در بدن انسان انصور های مختلفی از جمله هایدروژن، نایتروژن و همچنان اکسیژن موجودیت دارد که فیصدی اکسیژن در بدن انسان در حدود 65 فیصد است که در بدن ما به طور طبیعی وجود دارد در ادامه می ببینیم یاد بگیریم که انصور اکسیژن بجوز در بدن انسان در کجاهای دیگه موجودیت دارد. در هوایی که ما شما تنفس می کنیم انصور اکسیژن وجود دارد. انصور اکسیژن در هوا به مقدار 20 فیصد یا یک بر 5 مقدار وجود دارد. پس اگر از شما سوال شد که در هوا مقدار فیصدی اکسیژن چند است 20 فیصد می باشد. و جز هوا در آب هم انصور اکسیژن موجود است که مقدار فیصدی آن 88 اشاری 88 فیصد می باشد که بیشترین مقدار انصور اکسیژن در آب است. بعد از اون انصور اکسیژن رو میتونیم در روی زمین یافت کنیم به طور طبیعی انصور اکسیژن در سطح زمین به مقدار 45 اشاری 45 فیصد موجود میباشد. پس تا به اینجا شما یاد گرفتید که عنصر اکسیژن در هوا، زمین، آب و بدن انسان موجود است که بیشترین فیصدی آن مربوط به آب می باشد که 88 اشاری 88 فیصد بود. در اینجا می خواهیم ما شما با هم کار کنیم و یاد بگیریم که عامل سوختن مواد چی است با کمک انجام یک آزمایش که آزمایش ساده رو میتونید در خانه هم شما انجام بدین با انجام این آزمایش میتونیم اثبات کنیم که برای سوختن کلیه مواد کیمیایی انصور اکسیژن بسیار حضور آن مهم است. این آزمایش به این صورت است که شما یک عدد شم رو روشن میکنید با کمک کبریت و که در حضور اکسیژن هوا می سوزد بعد از او یک گلاس رو به صورت برعکس بر روی شم به صورت قرار می دید. بعد از چند مدت یا چند لحظه مشاهده می کنید که شم مورد نظر دیگر نمی سوزد و خاموش می شود. آزمایش چی نشان می نشان می دهد که در صورتی که اکسیژن هوا در این قسمت موجودیت داشته باشد سوختن هم ادامه دارد اما به محض اینکه در این مرحله اکسیژن تمام می شود و حذف می شود در این صورت عملیه سوختن هم متوقف می شود پس ما نتیجه می گیریم که برای سوختن برای عملیه سوختن حضور انسوریا، یا اتم اکسیژن بسیار ضرورت دارد و اما خواص کیمیاوی اکسیژن چی است؟ ما در رابطه با خواص کیمیاوی هیدروژن در جلسات پیش با هم کار کردیم و یاد گرفتیم و تعاملات آن را با هم یاد گرفتیم. در اینجا می خواهیم خواص کیمیاوی اکسیژن را که دومین عنصر مهم در زندگی ما شما می باشد را با هم کار کنیم. انصور اکسیژن یک انصور بسیار فعال است که می تواند با عناصر مختلف تعامل کند. اما سه تعامل مهمی آن را ما برای شما در این قسمت مثال زدیم آوردیم که با هم کار میکنیم اولین تعاملی که انصور اکسیژن میتوند داشته باشه با انصور کاربون است بعد از او تعامل با انصور سلفر است و همچنان تعامل با فلزات است فلزات مختلف از جمله سودیم و آهن در ادامه با هم هر کدام از این تعاملات رو کار میکنیم که چه قسمی انصور اکسیژن تعامل میکند و معادله آن به چه صورت میباشد. اولین تعامل که انصور اکسیژن میتونه داشته باشه با انصور سلفر است. وقتی که انصور سلفر در حضور اکسیژن عملیه احتراقی رو انجام میدهد به این صورت و حرارت داده می شود محصولاتی رو که برای ما تولید می کند اکساید سلفر است که معادله آن را با کمک هم بر روی تخت سیاه نوشته میکنیم که بسیار مهم است خب تعاملات اکسیژن اولین تعاملی که اکسیژن میتونه داشته باشد تعامل اکسیژن است با اتمی سلفر اتم سلفر وقتی تعامل میکند با اکسیژن که به صورت مولکولی گازی موجودیت دارد اکساید سلفر را برای ما تولید میکند یا سلفر دای اکساید محصول نظر را تولید میکند خب معادله را دقت کنید هر معادله کیمیاوی را از عزیز نوشته میکنید دقت کنید که باید توزین شده باشد چون شما توزین کردن را یاد گرفتید اتوم سلفر در قسمت یک تا است در قسمت هم یک تا است اتم اکسیژن دو تا است در قسمتی راست معادله یا مواد محصولات هم دو تا است پس معادله به طور خود به خود توزین شده است دومین تعاملی که میتونه عنصر اکسیژن داشته باشد تعامل بسیار معروف, معروف است که با اتم کربن میتونه تعامل را داشته باشد اگر سخت های موجودیت داشته باشد که در آن انصور کاربون موجودیت داشته باشد که در وسایت نقلیه هم را استفاده قرار می گیرد وقتی در حضور اکسیژن هوا قرار می گیرد عملیه احتراقی یا سوختن صورت می گیرد و گاز کاربون اکسید را تولید می کند که معادله آن را برای روی تخت سیاه با کمک هم نوشته می کنید دومین تعامل مربوط به اتم کربن است با مولکول اکسیژن تعامل که می دهد گازی کربن دای را برای ما تولید می کند معادله را توزین شدن آن را محاسبه کنید بررسی کنید اتم کربن در قسمت یک تا است در این قسمت هم یک تا دو تا اتم اکسیژن در سمت چپ معادله و دو اتم اکسیژن در سمت راست معادله وجود دارد پس معادله توزین شده است و اما سومین تعامل مهمی که عنصر اکسیژن میتونه داشته باشد تعامل با فلزات فعال است. از جمله فلزات فعالی که عنصر اکسیژن میتونه با آن تعامل داشته باشد عنصر یا فلزی سودیم است. سودیم یک عنصر یا فلزی بسیار فعال است که در طبیعت با اکسیژنی که در هوا وجود دارد به طور خود به خود تعامل میکند. وقتی که تعامل می کند یک نور خیره کننده به این صورت را تولید می کند این نشان دهنده فعال بودن اتم یا فلز سودیم است که معادله آن را که وقتی با اتم آکسیجن اکسیژن تعامل می کند را رو بر روی تخت سیاه با هم نوشته می کند. اتم سودیم که یک فلز است وقتی تعامل می کند با مولکولی اکسیژن کلیه فلزات وقتی تعامل می کند با مالکول اکسیژن اکسایدی فلز مورد نظر را تولید می کند. محصول مورد نظر می شود Na2O. ذریب دو که در قسمتی تحتانی سمبول Na قرار گرفته است مربوط به چارچ منفی اتم اکسیژن است. خب معادله را توضیح می کنیم اتم سودیم در سمت چپ مدل یک تاسته در سمت راست دو تاسته پس ما یک ضریب دو باید قرار بدیم که این معادله توزین شود تعداد اتم اکسیژن در سمت چپ معادله دو تا در سمت راست معادله چند تا یک تا پس باید یک ضریب دو در این قسمت قرار بدیم که تعداد اتم های اکسیژن با هم توزین شود خب مشاهده میکنید که تعداد اتم سدیم در این قسمت شد دو ضرب دو چهار پس در این قسمت هم ما به جای عدد دو چهار را نوشته میکنیم. که تعداد اتم های سودیم هم در دو طرف معادله با هم توزین شود. تعداد اتم های اکسیژن هم که توزین شد. پس معادله به این صورت توزین شد. تعامل دیگه ای که باز بسیار مهمتر از تعامل اکسیژن با فلز سدیم هست تعامل با فلز آهن است. اگر فلز آهن با اکسیژن هوا در مجاورت اکسیژن هوا و رطوبت قرار بگیرد اکسایدی و فلز مورد نظر را تولید میکند یکی از معادلات و یا تعاملات معروفی که ما و شما با آن سرکار داریم زنگ زدن می باشد شما اگر یک قفلی فلزی را در مجاورت رطوبت یا مولکول های آب قرار بتین و همچنان در مجاورت اکسیژن هوا بعد از چند روز مشاهده میکنه که قفل مورد نظر زنگ زده است و تعامل صورت گرفته است در اثر تعامل فلزات با اکسیژن باعث می شود که اکساید فلز مورد نظر تولید شود که به این عملیه عملیه زنگ زدن یا اکسیدیشن هم گفته می شود که معادله آن بسیار مهم است بر روی تخت سیاه با هم نوشته می کنیم فلز آهن که با اف ای نمایش داده می شود تعامل می کند با مولکول اکسیژن محصولی که مورد نظر که تولید میکند اکساید آهن است یا Fe2 O3 آهن سه اکساید خب مادره رو اگر توزین کنیم چه قسمی توزین میکنیم؟ تعداد اتم آهن در سمت راست مادره دو تا است در این قسمت یک تا است پس یک ذریب دو در این قسمت قرار میتیم تعداد اتم های اکسیژن رو در دو طرف مادره با هم محاسبه میکنیم که چی تعداد است تعداد اتم اکسیژن در سمت چپ معادله دو تا است در سمت راست سه تا است پس باید تعداد اتم های اکسیژن رو توزین کنیم اگر یک ذریبی سه در قسمت قرار بدیم سه ضرب دو می شود شش در این قسمت هم یک ذریبی دو قرار بدیم دو ضرب سه شود شش تعداد اتم های اکسیژن با هم توزین می شود خب تعداد اتم های آهن در سمت راست معادله اگر دقت کرده باشین دو ضرب دو شد چهار پس در این قسمت عدد دو رو پاک میکنیم و ضریب چهار را قرار میتیم به این صورت که تعداد اتم های آهن هم در دو سمت معادله با هم توزین شود و تعداد آنها چهار تا شود به این صورت معادله را توزین کردیم خب تا به اینجا شما با خواص کیمیاوی اکسیژن و انواع تعاملاتی که میتونه با کربن، سلفر و فلزات سدیم و آهن داشته باشه را با هم یاد گرفتیم که چه محصولاتی را میدن و چگونه آن را توزین میکنیم. در ادامه درس امروز میخواهیم در رابطه با استحصال اتم اکسیژن با هم صحبت کنیم و کار کنیم که چه قسمی اتم اکسیژن در ها استحصال می شود و تولید می شود. در ادامه با من همراه شوید. و اما استحصال اکسیژن که چه قسمی اکسیژن تولید می شود. برای اولین بار در سال 1774 ساینستانی به نام پریسلی آمد با تجزیه اکساید سیماب توسط حرارت تانست اتم اکسیژن را تولید کند و همچنان انصور سیماب را پس اگر از شما سوال شد برای اولین بار چی دانشمند و ساینستانی تانست اتم اکسیژن را تولید کند می شود اسم آن دانشمندی پرستلی معادله مورد نظر را که اکسایدی سیماب در اثر حرارت تجزیه می شود به اتم اکسیژن را با هم برای تختصی ها نوشته می کنیم. خب تعامل اکسایدی سیماب رو که در اثر حرارت تجزیه می شود را با هم نوشته میکنیم. کنیم. اکسایدی سیماب که HGO هست در اثر حرارت تجزیه می شود به عنصر سیماب و مولکولی اکسیژن. خب مادل را اگر تعوین کنیم تعداد اتم اکسیژن دو تاست، در قسمت چپ مدل یک تا است، پس یک ضرب دو در این قسمت باید قرار بیتیم. تعداد عنصر سیماب دو تا، پس در قسمت هم یک ضرب دو قرار می دهیم که تعداد عنصر سیماب در دو طرف مدل با هم تعوین شود. روش دوم که برای استحصال اکسیژن در لبراتوارها معادلات کیمیاوی تعاملات کیمیاوی انجام می شود که در این تصویر برای شما آورده شده است اولین راه برای استحصال اکسیژن تعامل پوتاشیم کلورید هست در حضور کتالیستی منگنز دای اکساید هست که به این صورت حرارت داده می شود و انصور اکسیژن یا گاز اکسیژن را برای ما شما تولید می کند و همچنان در کنار آن یک تصویر دیگر را مشاهده می کنید که رویش دیگر استحصال اکسیژن رو برای ما شما نشان می دهد که در این قسمت هم هایدروژن پروکساید در داخل بالون توسطی در حضوری کتالیست منگنز دای اکساید تعامل انجام می شود و انصار اکسیژن و مقداری آب هم تولید می شود. معادله کیمیاوی هر کدام از تعاملات را رو بر روی تخت سیاه با هم نوشته می کنیم. خب، پوتاسیم، پوتاسیم کلورید که فرمول کیمیاوی آن کا سی ال می باشد در حضور کتالیست ام 2 او دو منگنز دای اکساید و همچنان حرارت تجزیه می شود به مولکول اکسیژن که به صورت گاز شکل تولید می شود و پتاسیم کلوراید خب معادله رو توزین کنیم این صورت اتم پتاسیم در سمت راست معادله یک تاست تا در این قسمت هم یک تا کلورین در قسمت چپ معادله یک تاست تا در سمت راست هم یک تاست تا اما تعداد اتم اکسیژن را دقت کنید تعداد اتم اکسیژن در سمت راست معادله دو تا و در سمت چپ معادله سه تا است تعدادشون برابر نیست به همین خاطر باید تعداد اتم های اکسیژن را توزین کنید اگر یک ضریب سه برای اتم اکسیژن در قسمت قرار بدید سه ضرب دو می شود شش تعداد اتم اکسیژن در این قسمت هم یک ضریب دو قرار بیتیم دو ضرب سه می شود شش تعداد اتم های اکسیژن توزیع می شود خب تعداد اتم های پتاسیم و کلورین در سمت چپ معادله چند تا شد دو تا شد پس باید در این قسمت هم یک ضریب دو را قرار بیتیم که تعداد اتم های پتاسیم و کلورین دو تا شود و با هم در دو طرف معادله مساوی و برابر شود. به این صورت معادله را میتونید توزین کنید. معادله بعدی برای استحصال اتم اکسیژن معادله تجزیه هایدروژن پروکساید بود که مولکول فرمول مولکول آن H2O2 است. هایدروژن پروکساید که در حضور حرارت و همچنان کتالیست منگنیز دای اکساید تجزیه می شود به مالکول گازی اکسیژن جمعی مقدار مالکول آب هم تولید می شود معادله رو توازین کنیم به این صورت در سمت راست معادله را دو اتم هایدروژن است در سمت چپ هم دو اتم هایدروژن موجودیت دارند. تعداد اتم های اکسیژن در سمت چپ دو تا در سمت راست دو جمعی یک می شود سه باید تعداد اتم های اکسیژن رو توزیل کنیم اگر یک ضرب دو برای مالکول آب قرار بیتین دو ضرب دو می شود چهار پس باید یک ضرب دو هم برای اتم های دروشن در این قسمت قرار بیدیم که دو ضرب دو شود چهار تعداد اتم اکسیژن دو ضرب دو می شود چهار در این قسمت هم دو جمعی دو اتم اکسیژن می شود چهار. پس با قرار دادن یک ضریب دو برای مولکول آب تانستیم و همچنان یک ضریب دو برای هیدروژن پروکساید تعداد اتم های هیدروژن و اکسیژن را در دو سمت معادله با هم توزین کنیم. خب تا به اینجا شما با استحصال اکسیژن آشنا شدید. یاد گرفتین که چه قسمی اکسیژن تولید و یا استحصال می شود. در ادامه خواهیم در رابطه با استعمال اکسیژن با هم صحبت کنیم که اکسیژن در کجاها مورد استفاده قرار میگیره و کاربرد آن چی است؟ از اتم یا گاز اکسیژن در جاهای مختلف استفاده می شود و مصروفیت دارد. از جمله آنها در کپسول هایی به این صورت. اتم های اکسیژن ذخیره می شود و در چراغ های اکسی استیلن از آن برای لحیم نمودن و یا قط نمودن فلزات استفاده می شود در جوشکاری ها و همچنین برای تنفس نباتات سبز حضور اکسیژن بسیار مهم است به همراه نور آفتاب که عملیات تنفس در نباتات انجام می شود پس دو کاربرد مهمی اکسیژن است که استفاده می شود دیگه از گازهای اکسیژن در جاهایی که مصروفیت دارد و استفاده می شود در کپسول های تحت بهری برای تنفس انسان هایی که در زیر بحر هستند برای آنها استفاده می شود و همچنان در راکت ها و قمر های نوری برای عملیه سوختن در آنها اتوم اکسیژن یا گاز اکسیژن بسیار حضور آن بسیار مهم است که این عملیه سوختن صورت بگیرد دیگه کاربردی که اکسیژن دارد در کپسول های در بیمارستان ها برای تنفس افراد بیمار که در بیمارستان ها هست مورد استفاده قرار میگیرد که بسیار مهم است. پس این رو هم یاد بگیرید. خب درس ما در اینجا تمام شد میخواهیم یک جنبندی کنیم و مرور کنیم که امروز ما و شما چی یاد گرفتیم امروز ما و شما یاد گرفتیم در رابطه با انصور اکسیژن که در چه گروپی قرار گرفته است که گفتیم در گروپ 16 قرار گرفته است مقدار فیصدی آن را در بدن انسان در آب، هوا و زمین با هم مقایسه کردیم که گفتیم بیشترین فیصدی انصور اکسیژن در در آب وجود دارد که 88 اشاری 88 فیصد است. بعد از او باز در بدن انسان 65 فیصد و همچنان در زمین 45 اشاری 45 فیصد و در هوا 20 فیصد انسور اکسیژن موجودیت داشت. خواست کیمیاوی اکسیژن را با هم کار کردیم گفتیم تعاملاتی را که مهمترین تعاملاتی را که میتان اتم اکسیژن داشته باشد تعامل با انصور کاربون، سلفر و فلزات سودین و آهن است که هر کدام از تعاملات را جداگانه با هم کار کردیم که مهمترین این تعاملات تعامل اکسیژن با فلز آهن بود که به این عملیه زنگ زدن یا اکسیدیشن گفته می شود. با همین معادلات را کار کردیم و در آخر هم در رابطه با استحصال و استعمال اکسیژن با هم کار کردیم یاد گرفتیم که عنصر اکسیژن در جاهای مختلف از جمله تنفس نباتات انسان ها و همچنان برای در ها در چراغ های اکس اکسی استفاده می شود و همچنان در قمرهای نوری برای عملیه سوختن حضور انصر اکسیژن بسیار مهم است. یه خلاصه ای از مطالب درسی که ما شما امروز یاد گرفتیم. امیدوارم که درس امروز خوب یاد گرفته باشین. شما را به خداوند می سپارم. خدایا رو نگهدارتان باشد.